می دایه یه این فرد اولا درود میفرستم به همه شما دوستان عزیزان که از اکنون به برنامه ما توجه میکنید تو پخش زنده در, در یوتیوب هم و در تلگرام هم که خب انتخاب کردید این برنامه رو ببینید ریمی دایه این کیه این نامو تو ذهنتون داشته باشید یک نکته دیگه بگم کودتا در فرانسه کودتای نظامی در فرانسه خونسا شد و لو رفت یه جورای فرانسویام مثل ما ایرانیا نخود تو دهنشون خیس نمیخوره خیلی زود لو میدن همه چی مثلا من قبلا گفتم مثلا آمریکا که اومد آقا ایرانیا نباید بیان اینجا به خاطر مسئله تروریستی نه گفتم آقا ما ایرانیا بخوایم کاری کنیم قبلش جار می‌زنیم. قبلش جار می کسی که تروریست بود اینجا میخواست اقدامات تروریستی برای من میکنه قبلش یکی دو جا جار زد ما همون رو آمار گرفتیم الان گرفتارش کردیم کلا اساسا روحیات ما ایرانیا اینه تو فرانسه هم یه همچین اتفاقی افتاد خب رمیدای کسیه که به دنبال کودتای نظامی علیه نظام سیاسی فرانسه بود توی چند ماه گذشته و میخواست دولت مکرون رو ساقط کنه و لو رفت چرا لو رفت بهتون میگم چرا لو رفت ما نشریاتی رو داریم که الان در این هفته هم خیلی سرصدا کردن ل پارزین که یکی از نشریات مهم فرانسه است البته تا جایی که شنیدم مجله لوموند پاریس هم. روی این قضیه کار کرد ایشون رو دارن محاکمه میکنن به عنوان کسی که کودتای نظامی میخواسته بکنه علی آقای مکرور ایشون نماینده پیشین پارلمان فرانسه است که به دنبال کودتا بوده و الان کودتا چیه یه جورایی و گرفتنش و این که مثلا بعضی میگن آقا تو فرانسه چقدر همه چی گل و اینا وضعیت جوری بوده که بخش قابل توجهی در فرانسه در بخش نظامی و انتظامی به دنبال کودتا بودن علی آقای مکرون روزنامه های فرانسوی تو این هفته نوشتن که رمی دای معاون سابق حزب جنبش دموکراتیک فرانسه قصد داشته با کمک افسران فعلی و بازنشسته پلیس، ژاندارمری و ارتش یک کودتای نظامی در فرانسه را ترتیب دهد. و حتی یک شبکه گسترده در سراسر این کشور را ایجاد کرده بود. بر اساس تحقیقات نیروهای امنیتی فرانسه، لباس شخصی ها. هواداران او قصد داشتن بعد از گذشتن از سپر پلیس از مواد منفجره برای تصرف کاخ الیزه کاخ الیزه حکم مثلا کاخ بیت رهبری رو داره مثلا کاخ مرمر بیت رهبری رو داره میگه که برای تصرف کاخ الیزه ساختمان های پارلمان وزارت کشور و وزارت نیروهای مسلح و همچنین برخی از شبکه های تلویزیونی یا ایسکای رادیویی استفاده کنند و تبلیغات خود را میخواستن برن صدا و سیما هم بگیرن و تبلیغات خود را از کانال های تلویزیون پخش کنن و این طرح را عملیات لازور نام نهادن عملیات لازور یعنی کودتای لازور شکست خورد چرا به خاطر که اینا فخرآور نداشتن یه فخراور نامی داشتیم با یکی از این شاخهای مجازی اون موقع به نام وعید خزایی تو اینستاگرام نشسته بودن <applause> بعد میگه ببین این کا این بهتر رهبریه اینجا میدون قزوینه اینجا میدون انقلابه از اینجا مردم بیان پایین برن بیت رهبری بگیرن تمام یا تمام <تصفح> تمام <تصفح> خب این بیچاره تو فرانسه ایزانی در سطح فقرآور و در سطح بالاخره کسانی که در این اپوزیسیون ما از حقا بگیر تا این دکتره کی بود آقا 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 تیم ساره که اشکت جله دور بید. اینا رو نداشتن <applause> لو رفتن حالا چرا لو رفتن بهتون میگم این ماجرای کودتا مال آپریل بوده که الان صداش در اومده یارو رو دارن محاکمه میگه در آپریل 2021 یعنی همین امسال سال جاری این آقای در حقیقت دایه پیامی به برخی از نمایندگان پارلمان فرانسه میفرسه خبر بهشون میده پیام میفرسته که آقا ساعت حساب فرا رسیده میگه ساعت حساب مکرون دیگه آره آره بعد میگه که تنها حالا این روزنامه‌ها در رو نوشتن که تنها وقتی که یکی از دریافت کنندگان به دادسرای عمومی مراجعه کرد نیروهای امنیتی از این عملیات باخبر شدن فهمید چه شده پیام داده که آقا بعد کودتا کنین یکی از اینا یه دفعه نظرش عوض میشه از این افسران حالا نگفته دقیقا چی کاره بوده یکی از دریافت کنندگان پیام این آقای رمیدایه میگه ای نه باید مکرون مثلا سقوط بدیم فلان یاره کودتای نوژه آدم میفته یا پایگاه شاهروخی در سال 58 آدم میفته که یکی از اینا میره لو میده به به حال آقای خامنه یا اینا که میریزن تمام ارتشی ها رو میگیرن اینا هم الان میره لو میده میگه که آقا میخوان کودتا کنن علی مکرون نیروهای امنیتی تازه دوزاریشون میفته میگه که آقای ژان کریستوف کریستوف باسون وکیل رمیدایه یا آقایی که وکیله به نام ژان کریستوف میگه این آقای کریستوف گفته که آقا هر گونه اتهام تروریستی علی موکل خودم رو رد میکنم کودتا نظامی نبوده مسالمت آمیز بوده ما میخواسته این وکی موکل من میخواسته آقا مسالمت آمیز اقدام کنه الان حکایت این یارو علی کامران فره تهدید کرده آقا بچه تو میدوزم بعد جاکن شده از شهر خودش اومده نزدیک ما ما دیدیمش بعدم داستان داشتیم بعد الان میگی که تو باید ثابت کنی من بچه تو میخوام بده بعد صدات هست خودت هم ادعا کردی جاکن هم شدی نزدیک اومدی بعد الان وکیلش پیام داده نه این میخواسته بیاد شما رو ناز کنه یواشکی میخواسته اصلا آروم و مسلمت آمیز میخواسته بچه تونو بدوزه حکایت این داستانه که حالا اینجا موکل این آدم گفته که آقا ما مسلمت آمیز میخواستیم دولت فرانسه رو کلن باعث سقوطش بشیم من علی کامرانفر بیچاره رو اسم میارم این دیگه چیز شده این دیگه درس عبرت حالا حالا هی میگم یک <تصفح> <تصفح> سال مزاحم شده حالا که داری به دادگاه میرسی دیگه درس عبرت یعنی اپوزیسیون بعد درس عبرتشون بشه که کار خلاف بکنی در هر جای دنیا قابل پیگرد قانونیه خب میگه آقای کریستوف باستون که وکیل آقای ریمیدایه گفته که آقا جان این آره داستان آمیز بوده بعد این روزنامه‌ها ادامه دادن که آقا شایان ذکر جنبش جلیق زرد یک جنبش اعتراضی با مرکزیت پاریس فرانسه بود که به سرعت به کشورهای دیگر همچون بلژیک و هلند و عراق گسترش یافت حالا پل میزنه به جلیقه زردا یعنی میخواد بگه آقای رمی دایه وقتی که جلیق زردا رو میبینی که تو فشار اقتصادی هستن دارن اعتراض میکنن موقعیت و مناسب دیده که بیاد دیگه چیکار کنه بیاد دیگه کودتاشو را بندازه دیگه اینم بخش دیگه از این روزنامه هاست که نوشتن کودتا که آره فرانسوی البته بعد ادامه داری که این جنبش اعتراضی در روز در روز شنبه 17 نوامبر 2018 شروع شد و جلیقه زردا با مسدود کردن جاده حالا داستان جلیقه زردا رو توضیح میده و میگه این جنبششون همچنان ادامه داره از 17 نومبر نومبر دو... نوامبر 2018 نوامبر 2019 یک سال نوامبر 2022 سال الان نوامبر 2021 شدیم دیگه یعنی فردا نوامبر 2021 سه ساله این بیچاره ها دارن سرکوب میشن دنیام صداش دیگه در نمیاد یه پاراگراف آخری داره این خبر میگه که اعتراضات پس از مدتی به سیاست های کلی دولت مکرون سخ پیدا کرد و ادهی خواستار استفای او شدن به گفته روزنامه فرانسوی جلیق زردا حکومت را در مقابل نوعی از بحران قرار دادن که در فرانسه سابقه تاریخی هم نداره بعد اون وقت فرانسه ای که توش سابقه تاریخی نداره سه سال یک جریان کف خیابون تظاهرات کنه بعد مکرون در مورد مشکلات ایران میاد برای ما صحبت میکنه مرتی که تو خودت بود سایت کودتا کنم بری کنار بعد برای ایران شاخشونه میکشی میگه این جنبش اعتراضی که نه رهبری معینی داره و نه سازماندهی آشکاری که بتوان معرفی کرد و با آن مذاکره ب... مذاکره پرداخت میگه جنبش جلیقه زردا مثل این جنبش سبز ما رهبر خاصی نداره که بشه بریم وارد مذاکره بشیم البته جنبش سبز به حال دو تا رهبر داشت بگذریم چیزی که وجود داره اینه که این وضعیت دولت مکرون در فرانسه هست انقدر متزلزله که تا کودتا علیش پیش رفته و این با اعتماد به نفس هنوز میاد در مورد کشور ما نظر میده آدم نمیدونه فاز اینا چیه چقدر اینا پر پرگری حدی داره بر روی قرمتون برم خواستم این خبر برجسته کنم کودتا در فرانسه چیزی نبود که من نخوام خبرشو بگم و این خبر رو باید بیان میکردیم این هم که الان داره محاکمه میشه به عنوان به حال کودتا چی و دیگه داستان به این شکل بوده و این دولت مکرون یک قدمی این بوده که اگه لو نمیرفت رسانه های فرانسوی میگن اگه قضیه رو یک نفر دهن لق جوهر لق لو نمیداد الان دولت مکرون سقوط کرده بود به هر روی قربتون برم شب روزگار خوش خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردید سپاسگزار که این برنامه ها رو در سطح بسیار وسیعی پخش میکنید پاینده ایران و بدرود